این چیه؟ فکر میکنی چیه این؟ شیرجوش. نه ماشین رخشوییه این. چقدر کوچیک میشه دست بزنم بهش؟ خنگ، این دوربین های ایته. گرونه اینا نه؟ آره. اینا میدونی خوبیش چیه؟ نه. اینا عکس میگیری بعد میریزی تو کامپیوتر. عکس خودت تو کامپیوتره. اتفاقا عکس تو بد نیست تو کامپیوتر باشه. چون بچه‌ها دیگه میترسن وقت نمیرن به کامپیوتر. میگم دوربینو ولش کن. ببین بیژن جان، این شرکتی که قراره تأسیس بشه چی چیه؟ مگه نگفتم؟ نه. منچول با. ما الان یک دونه منچول با داریم. منچول با؟ بله. معذرت میخوام، این منچول با کارش چیه؟ چیکار میکنن توش؟ منچول با در واقع توضیح دادنش یک کمی مقداری سختی. ولی باید این خدمتتون بنده عرض بکنم که آخرین مجوز منچول بایی که صادر شده مال 20 سال پیش هستی. بله بله. من اون موقع بچه بیدم. بله بله. البته بعدها نزدیک به اون مجوزهای صادر شد، مثل منچول، چولبا، دیگه ارزم به حضور شما که شوفبا، چفیو، از این شبیه به اون بوده. بله بله. همینجوری خلاصه خیلی کارا در این مجوز میشه انجام بدهید. نه ها. یعنی چی کار میکنن تو اون شرکت؟ همه کار انجام میشه. شما بهتره بپرسید که چه کاری انجام نمیشه. مثلا برج سازی مثلا میشه؟ بله، شما اصلا به اسمش توجه بفرمایید. منچولبا یعنی چی؟ منچولبا یعنی مؤسسه نهادینه سازی چالش ها و لوازم امور بهینه سازی. ها، مخففش میشه منچولبا. برج سازی هم میکنه. بله، چرا نمیشه. به کجاش مربوط میشه؟ برج سازی مربوط میشه به امورش. به امورش؟ بله بله. به تجارت هم میشه که؟ بله، تجارت هم میشه. تجارت هم مربوط میشه به نهادینه سازی. بله بله. خیلی کارا میشه کرد. مثلا میشه تیم فوتبال خرید و فروش کرد. یا مثلا در بخش چالش ها میتونیم به چاله‌چوله های خیابون بپردازیم. خیلی کیف میده. عجب. بله. بعد پولش هم خوبه؟ پولش هم خیلی خوبه. ما کاری خاصی هم نمی کنیم. ما فقط نظارت می کنیم، پول می گیریم. این بخشش خوبه. خیلی خوبه. من قهر آره، من دوست دارم. پولو خیلی دوست دارم. سخت نه؟ نه سخت نیست. گفتم که فقط نظارت. حالا ولش کن. فعلا جشن بگیریم. ماشین کن. اوژی، چرا دادی همیشه همه چیو میده به بیژن آخه؟ نمیدونم منید، این مشکل منم هست. ما این همه مدتی داریم اینجا زندگی میکنیم، اون وقت این بیزنه نایمده واسهش یوهایی شرکت زدن، اونم منچول با. اصلا میدونی چی؟ همیشه دادی این داداشی بیژن رو بیشتر از من و تو دوست داشت، چون خودشو لوس میکرد برای دادی. منید یادته اون موقع عیدا به ما 1000 تومن عیدیم داد، به بیزن 10000 تومن. ولی این دیگه خیلی ظلمه موشی جان، میدونی؟ اصلا هر کی ندونه فکر کنه دور از جون من تو رو اصلا راه آوردن. منید به جان تو، منید رو کفن کنی اگه بذارم این دفعه اینجوری بشه حقمونو میگیرم. آره میدونی اصلا مگه من و تو چمونه که نمیتونیم مدیر منچول با باشی؟ واقعا منو تو مدیر منید، من زنگ میزنم به ددی، میگم ددی پاشه بیاد اینجا که ما چی تکلیفمون رو روشن کنیم. موافقی؟ آره موافق. منید ببین، این من این تو دیگه دوتای با هم نمیذاری. ما نمیذاریم. ما دوتا خواهری، من نمیذاری. بیژن نمیذاری. ما اردی خانه نبینی دوباره اینجوری شی. آخه منید یعنی چی؟ من این همه را کشوندن اینجا که همه مزخرفات تحویل من بدی؟ بله دادی، ولی من فکر نمی کنم جایش به غیر منطقی باشه ها. چرا؟ همه جاش غیر منطقی هستن. دادی جان اصلا هم غیر منطقی نیست. ببخشید، مگه ما چمونه که نمیتونیم مدیر باشیم، منچول بارو مدیریت کنیم؟ شما هیچتون نیست. ولی کی دیده که مدیر منچول بار زن باشه، خانم باشه؟ دادی اینا دیگه نگین دیگه. مگه گرند مادر خودتون مدیر مدرسه نبود؟ خب نهنه بزرگ تو که با اسب میرفت مدرسه، از اون ورم میومد دوتا یوز پلنگ شکار میکرد. شما چی؟ با دوچرخه هم بلد نیست که را ببرید؟ چرا؟ بله دادی جان، دوچرخه بلد نیستیم را ببریم، به خاطر اینکه شما هیچ وقت برای ما دوچرخه نخریدیم و همش برای این داداش بیژنی خریدین همه رو. نه بابا جان، منیش جان، من همیشه شما را به یک چشم نگاه میکردم، یعنی تقریبا به یک چشم نگاه میکردم، عین هم مساوی برابر. مگه اون سال
عید نوروز من برای شما ماشین نخریدم، برای همه ماشین خریدم. بله، برای همه ماشین خریدید، فقط با این تفاوت که ماشین ما اسب بازی بود، ماشین آقا بیژن واقعی بود. ماشین که ماشینه، چه فرقی میکنه ماشین با ماشین؟ ولی یه دفعه فرق میکنه دادی جان، اگه بیژن میتونه مدیر بشه ما هم میتونیم مدیر باشیم. حالا چرا وایسادی؟ جایی میخوای بری؟ نه دادی، ما این دفعه جلوی این حق‌کشی ها ایستادیم. ما اینقدر اینجا وای میستیم تا بمیریم. من چه کار کنم؟ من الان با چه کار باید بکنم؟ دادی، الان شما کافیه فقط دستور بدید که برای مدیر شدن رأی گیری کنیم. با گورس یا هر غلط دل شما میخواد بکنی بکنی. و رأی کی مثلا بیاد رأی بده؟ من و منیز و بیژن و بامشاد و اردیخان. هر غلط دل شما میخواد بکنی بکنه، دیگه به من ربطی نداره. فقط نتیجهش اعلام کنه، یک کره به من معرفی کنه که من به عنوان رئیس اونجا ببرمون ثبت کنم. دادی تو بی‌نظیرم ازت واقعا. خیلی مهربونی دادی. انشالله تمام درد و بلات بخوره تو سر منی. زیرا به من نمیزنی؟ ما زیرا به شما نزدیم داداشی بیژن خان، ما فقط خواستیم عدالت رو رعایت کنیم. ببینم مگه یه عمر دادی هی ناز شما رو کشید، ما حرفی زدیم تلبک؟ هیچ هم همچین چیزی نبوده دادی. اصلا اگر هوای من بیشتر از شما داشته به خاطر این بوده که من لیاقتم از شما خیلی بیشتر بوده، در قیافه منم کاملا مشهوده. خیلی خوب، حالا نگی جایی، حالا هر کم لیاقتش بیشتر باشه بیشتر رأی میاره. بله بله، لطفاً همه رأیاتون رو بریزین این تو ببینیم که کی بیشتر رأی میاره. تو موافق نیستی بامشاد؟ بله چرا؟ بله. تو هم با اونایی؟ من رئیس بشم شما اخراجی؟ نه، من که حرفی نزدم. بامشاد، چی اون برداری میگی؟ من گفتم که نه، یعنی بله. تو طرفدار من هستی یا نیستی؟ هستم. اردن؟ بله 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 بله. شما که حتماً طرفدار منی نه؟ من. خب بریزیم دیگه رعیاتون. شما مخراجی؟ من. ببین، من گفتم که من بیش هر موقع مدیر شدی اخراجشون کن، باشه؟ حالا بگذاریم مثلا رعیار رو بریزیم. رعیار رو بریزیم. حالا میبینیم. بیا موجی جان بنداز شما رعیتون. خیلی خوب، اینجوری قبول نیسته، من باید رعیار رو ببینیم. چرا کم میاری؟ میترسی انصراف بده؟ چون میدونی تعداد ما بیشتر رأی میاریم، کم آوردی دیگه. من کم بیارم؟ چی گفتی؟ من کم بیارم؟ کم اونم آوردی از دوتا دیگه. دختر خانم دماغی؟ اصلا حرف دماغو نزن، هیچ ربطی به رأی گیری نداره دماغ، اصلا درست نیست. بیشی بینی بابا، نکنه که اون عکسای قبل از عملت که دماغت هم تو چیزی بید شوهرت نشون ندادی ترسیدی همه را سوزندی؟ آره سوزوندم، چون اردر به هر حال من هر جوری باشم منو دوست داره، ولی هنوز عکسای شما رو داداشی بیژن خان دارم با اون پشت مواتون دو بجه کنی. ببین من نیز اصلا هرس نخور، الان رأی گیری میکنیم، این آقای بیژ داره عملیات تخریبی انجام میده، میخواد روحیه ما رو ضعیف کنه. بله بله. یاد کرده من از اینا کم میارم عمرم. سوسکی مجده با منیت. ما دوتا بالایی. بازم مجده با منیت. آخه این چیه؟ یا بینیم بیزن. آخه این یه دونه رو خود داداشی بیژن خان به خودش رأی داده که کم نیاره یه من عقده ای نشه. آخه بیژن؟ بله. کدومتون رأی دادین به بیژن؟ این دروغ میگه. نه این خودش چه فرقی میکنه که کی رأی داده؟ شما رأی ها رو لطفا قرائت بفرمایید. بله این آخریشه. بیا چیا؟ من بیژن. من بام شد. بله میدونی من میگم که موقعی که داشتم مینوشتم شاید یه دفعه اسمم خط خورده نشده. مجده دستت خط خورده بام شد. خیلی خوب دوستان و رفقای عزیز، ما با اجازتون مرخص میشیم.
شما میتونید سی رئیس آشپزخونه باشید. در اولین فرصت حالتو میگیرم. حالا میبینی. تو چطور دلت اومد که به من رای ندید؟ بابا به من نه. غیر رومانتیک. من به من چی؟ مام شاد من تو را سخت سی آویزون میکنم. خب بچه ها من دیگه با اجازتون مرخص میشم، فردا صبح شما را خواهم دید. موجی اردن باشا، شما دستتو خط خورد؟ من میگم احیانا ممکنه که همون خط خوردگی باشا. بله یه دونم بده به من. نه بابا من بی وفایی بی وفایی دل من از گسید آغون شده. بامشاد میگم اگه دیگه خانمامون رامون ندادن تو خونه چی؟ نه میدونی فردا، من فکر میکنم که فردا پس فردا که ما بریم سر کار، اینا میگن که چقدر مردای کاری هم، بعد با افتخار ما رو برمیگردونن خونه. آره من فکر نمیکنم هیچ وقت ما رو با افتخار برگردونن خونه، چون خیلی عصبانی بودم. آره راست میگی، ریافه مجده رو دیدی؟ چقدر عصبانی؟ میگم بامشا اگه دیگه خانومامون رامون ندادن خونه چی؟ میگم اصلا ول کن، الان حرف رو عوض کنیم، در مورد این قضیه صحبت نکن، بعدت کن بخون، الان میخونم برم. بی وفایی بی وفایی دل من از گسید آغون شده، دل اگر خندان شود بی وفایی دل من. بامشاد یه جورایی همچین خوشی امروزا. خب میدونی چی حیات؟ بالاخره من دارم میرم سر کار و به قول این یارو کوروشه دیگه دسترنج زحمت خودم رو میخونه. حس کردم از این شوهر کاری بام شد، باریکلا. میبینی؟ میگم عیال میخوام با پولم یه تلویزیون بخرم انقدر قد این دیواره. کامپیوترم باید بخریم بام شد. کامپیوتر؟ تو که کامپیوتر بلدیسی آیا؟ ببین بامشاد، کامپیوتر دیگه الان جزو دکور خونه محسوب میشه، اگه نباشه زشته. راستی من میخوام برم ایتالیا. چی گفتی؟ میخوام برم ایتالیا، نیلوفر و یاسی و ملینا ماه دیگه دارم با تور میرن ایتالیا. ایتالیا بی ایتالیا، مگر از تو جنازه من در چی که بخوای تنهایی بری ایتالیا؟ زیادی عصبانی نشه، هرس و جوش نخور. نه اینا جدی میگم، دیگم با این دوستانت بدون اجازه من معاشرت نمی کنی. بامشاد یه نموده تو روتی میخندم، بی جنبه بازیتی در نیار. آه چشم، واقعا عجب سالاد خوشمزه‌ایه. نوشه جانت بامشاد. خب اگه اجازه بدی من برم که غذامو بیارم. خب بامشاد غذای تو که همین بود. ها؟ غذای تو همینه؟ بابا این سالاد بود، برم غذامو پلو خورش بیارم. ببین غذای تو امروز همین سالاد بود، شما مثل اینکه قرارمونو یادتون رفته. ها؟ من و شما قرار گذاشته بودیم که از امروز تی بدیم. آها درسته، آخه من فکر میکردم که مثلا غذا از اینا بهم میدی ولی کم. ببین بامشاد، غذای این مدلی مال تو نیست، تو قرار شد رژیم بگیری، من برای تو یه رژیم سالاد تدارک دیدم که تو میتونی با این رژیم در عرض یک هفته 15 کیلو وزن کم کنی. عیال اینجوری من میمیرم و تو دیگه شوهری نداری. ببین بامشاد، رژیم سالاد رژیم بسیار مناسبیه برای پوستت، خیلی خوبه، بعد چون تو از فردا میری سر کار انقدر ذهنت درگیر کار و بار میشه که دیگه اصلا گشنگی یادت میره. بله واقعا در جریان هستم که شما خیلی فکر من هستی. آه چینیه داره میفته. کدومش بامشاد؟ کدوم؟ آه نه توهم بود، فکر کردم که داره میفته. بله میفرمودید.
بعد در زمام شد. ببین تو میدونی که ددی از آدمایی با ارزه خیلی خوشش میاد، تو اگه لطف کنی یه جو ارزه از خودت نشون بدی، اون وقت ددی خیلی کارا برات میکنه. بعد در زم کارو نذار بیفته دست این اردی و بیزن. نه مطمئن باش، من یک گردی هم نمیدونی که اینا رو واقعا یه کک رو پرده بام شد. مگه این خونه زده و فونی نشده؟ چرا؟ بعد ببینم تهران مگه کک داره؟ یک زبانه فصل داره، الان تو فصلش البته کک نیست. بام شد، یک خوشحالی و شرفی در درون منه که میخوام به تو بگم. انقدر خوشحالم که دیگه دستمونو جلوی ددی دراز نمی کنیم، از ددی پول نمی گیری. آره واقعا منم خیلی خوشحالم. میدونی من اولین کارم اینه که یه دونه اتومبیل برای خودم بگیرم. چی؟ نه البته این دومین کارمه. آها اولین کارم که برای شماست. ببین بامشاد، چند وقت پیشه که با نیلوفر همینطوری داشتیم تو خیابون قدم میزدیم، یک دونه سرویس جواهرات دیدم، دلم واسش رفته. فقط یه نموره همچین وزنن سنگینه. برات میخرم. میخوای یه لیست بیار که اینا رو لیست کنیم بنویسیم؟ کاغذ خود کن. باشه. ببین پس یک شد یه سرویس جواهرات، دو کامپیوتر، بعد دیگه اگه بتونی من ماشینم و مدلش رو عوض کنم که خیلی بهتر میشه. عالیه. بعد یه مسافرت، حالا که پولش رو به من میدی با نیلو اینا میرم ایتالیا. عالیه. بعد از اونم حالا هزار تا کار دیگه میشه کرد بامشا. خیلی خوبه با. اینا رو لب میز بود داشت میافتاد، اوقات گشتم اینجا. خیلی بامزه ای بامشه. برات میخوام آخر. خب بخون. یا آهنگی جدید. چی؟ بی وفایی دل من از گست داغون شده، لاغر شدی یه کنسرت بذاری؟ باشه. اول از همه ما اول از همه ماشین، دلم ماشین قرمز میخواد. خب پدر جون نوبت شماست، چرا نمیگی؟ من سکوت کردم. ای خدا، برات زن میگیرم. دیالوگ تو بگو، برات زن میگیرم. من خالد ساعده میخوام. تو اصلا خالد ساعده دیدی؟ من ندیدمش. هچی؟ خب خالد ساعده دوست دارم، میخوام. برای چی هم؟ برای چی؟ ندیدیش برای چی؟ برای اینکه خالد ساعد دوست داشتنیه. فهمیدم. از اسمت اسمش خوشت میاد؟ نه؟ بله. آقا به نویسنده ها میگم بیارنش. چشم، ببینیم چی میشه. نوبت شما سلان. نویسنده رو خودم مینویسم. نویسنده رو میخوام چیکار؟ نه اونو ولش کن. من الان ماشین نوشتم، ماشین میخوام. شما بگو چی میخوای؟ من کامپیوتر میخوام. کامپیوتر میخوای؟ بله. کامپیوتر با مکتو کامپیوتر بلدی؟ بابا جان خاله ساعت میگم یاد بگیره، بهم یاد بده. آها گرفتم الان. الان گرفتم چی شد. چیز دیگه ای نمیخوای؟ چرا؟ آشپزیش خوب باشه. بله بله. از که مخمت شما به ساز باشه. بله بله. از حرف اینگول بگو نگو بدم میاد. از حرف اینگول بگو نگو؟ بگو نگو بدم میاد. فهمید. گرفتم الان. آقای نویسنده ها سفارشات آقای پشندی رو بنویسین. خودم مینویسم بابا. آقا قسمت خالصاید رو بدم اصلا خودت بنویسی؟ خودم مینویسم. بده بنویسم. گرفتم. هر کاری میخوای بکنی، فقط دیالوگ تو بگو. این کاغذ. بفرمایید. نمیدونم خیلی بامزه. مزاحم میخوام، مفهوم نیست. ماسکو باید برداری. سلام مردم، خسته نباشید. کشتش این یارو رو؟ نه بابا، خودشو لوس میکرد اردل. اما خب میدونی چیه، ریشش یه خورده عمیق شده بود. بعد من اینجوری لثه‌شو از چهار طرف قاچ زده میدونی، بعد خون میپاشی تمام یونیت هم پر خون شده اردل. دیگه بریم، حالا نوبت دندون توه. من
من دندونم مشکلی نداره، مثلا اصلا خوب شو دندونم درد نداره دیگه. اردل ببین، تو اصلا نباید شوخی بگیری. میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه اون وقت میزنه به عصبت، بعد خیلی بد میشه اردل، و ما الان باید بریم، من قالشو بکنم. قالشو بکنی؟ بله. نه خواهم، خواهش میکنم یه وقت دیگه. من خیلی خوشحالم که دارم میرم منچول با. میدونی در اون صورت تو دیگه اصلا مجبور نیستی کار کنی. اردل من کارمو خیلی دوست دارم و برای تو خوشحالم که میتونی لیاقتتو نشون بدی، به هر حال در کاری کار کنی که در شأن تو باشه. نه من بیشتر از تو خوشحالم برای اینکه دیگه مجبور نیستی دستتو تا آرنج بکنی تو حلق مردم. اردل من برای تو خوشحالم به خاطر اینکه دیگه دیگران به تو نمیگن کدو تنبل. آخه آره، من اتفاقا بیشتر برای تو خوشحالم که دیگه به پول هست و ما میریم سر کار و میتونی ولخرجی کنی، پارو پارو پول بریزی دور. اردل من برای تو خوشحالم. تو اصلا منو دوست نداری اردل. من باید از اول میدونستم که تو آدم رمانتیکی نیستی. من داشتم شوخی میکردم. من شوخی میکردم. بختی شد حالا. من از این عدرتارو برم میاد. خوشم نمیاد. مرتضی؟ شوخی میکردم که خالد ساید اگه بخوای این کار رو بکنم من بیرونش میکنم. من این رومبانو بگیرم، شما بیار رومبانو بده. افتتاح. این میز بیژن جان عویز مدیر عامل است. من به دو بر شکمت. این میز نهادینسازی چالش های، اونم میز بینسازی امور که میرسه به یکی این دوتا کتکلا. دادی ببخشید این دوتا نه نه پس... کتکلا نه، این گوگل و نه اون کرمچک، دامادای من، به دامادای من میرسه. دادی چه فرقی میکنه این دوتا پست با هم دیگه؟ هیچ فرقی نمیکنه. یعنی؟ هیچ فرقی نمیکنه. حقوق و مزایش هم هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه، فقط این نهادی نسازی چالش ها یک ذره بیشتر از اونه. بامشاد نهادی نسازی. بامشاد. اجازه بفرمایید. سر صدا نباشه. او پایینم دفتر خود من هست که بالا سر شما باشم. بله خدا سایتون از سر این شرکت و این دو نفر کم نکنه. باشه. اونجا میز مشاوره که به چند لحظه دیگه تشریف میاره. آقای مشاور. سلام علیکم. اینم پنجشنبه. ببخشید. پنجشنبه. آبدارچی اینجا هستم. آبدارچی شرکت. البته شغلم چیز دیگه است. ولی آقای جابری از ما خواستن، ما هم که روشون رو زمین ننداختیم. بابا این آقا پنجشنبه تو شرکت خود من آبدارچی هستم. بله. پنجشنبه. سهام ها اون وقت چجوری تقسیم میشه آقای جابری؟ سهام ها چجوریه؟ همه چیز مشخصه. همه چیز تو اساسنامه آمده. همه روی میزا گذاشته شده. همه چیز اینجا ما مبنا بر شفاف سازی هست. دادی بله. من چند تا سهم دارم؟ سهم تو بابت 150 تا سهم داری. منیجم 150 تا سهم داره. یکی 10 تا سهم هم به این دوتا داماد من میرسه. بعد بقیهش هم مال مدیر عامله. دادی جان این بقیهش یعنی چی اون وقت؟ 1,800,000 سهم. دادی شما بین بچه هاتون فرق میذارین واقعا؟ دادی چه فرقی؟ من که فرق گذاشتم پیش بچه های من؟ الان اون بیژن برای این که خارج درس خونده، درس خونده خارج هستن. خب یک فرقی باید با شما داشته باشه یا نه؟ بام شاد لب به شیرینی تی نمیزنی. علی البته گیر ممکنی من یه دونه هیچی باشه، هیچ ایراد نداره. برادرتون آقا بیژن کوخ و بیژنه بایستانه دیگه. آه راست میگی، واقعا خود آقا بیژنه. فکر کردم که شبیهشون هستن. خب در این لحظه شرکت افتتاح شده، آقایون همه به کارهای خودشون برسن، منم میرم دفتر خود من. بله بفرمایید آقا، بفرمایید. بایسا کجا میری؟ بایسا الان نیست. خیلی خودتو ارزون فروختی بیچاره. کورو
یعنی چی ما ارزون فروختیم؟ ببینم شما رفتین اونجا، اون گفتش که 150 تومن و 10 تاست هم شما گفتین باشه اومدیم بیرون؟ خب آره دیگه، پس چی باید میگفتین؟ شما ها نگوشییت میدونی یعنی چی؟ ها هان میدونی؟ هان چیه؟ نگوشییت، نگوشییت یه نگوشییشن یه هنره. نگوشییشن داره تو دانشگاه‌های دنیا داره تدریس میشه. میدونین چیه؟ من نه خب چیه حالا؟ خب ببین معنای تحت لفظیش میشه مذاکره، میشه چانه زنی. ها؟ بله. شما باید با جابری مثلا نگوشییت می‌کردین، وارد یه چانه زنی می‌شدین. متوجه این؟ بله. همینجوری نگاه می‌کنم. خب چیکار کن؟ خب چی بگم؟ الان بهتون میگم دقیقاً. ببین شما باید برین اونجا محکم واسین بگین اگه اون 150 تومن شما ببینین 1200. نه آره بگین اون 1200 میخوام، بعد میبینین جا میزنه یا نه. ببین میگن هنر نگوشییشن، یعنی هر سهم 1200. آره بابا شما برین اونجا فردا، اصلا من دارم بهتون میگم، شما برین اونجا بگین آقا ما شرایطمون اینه، نفری 500 تا سهم میخوان، اون وقت میبینین جا میزنه یا نه، اون وقت حاصل دست رنج خودتون رو میخورین تازه. یعنی شما فردا برین اونجا اینایی که من بهتون گفتم بگین، اون ساده ساده همه چی درست میشه. خب اومدیم و گفت خب بفهم بیرون. بفهمی بیرون نمیگه. همین که نیشگون میشه. نیشگون چیه؟ نگوشی نیش. اردل شما فردا برو اونجا نگوشیه تو استادش کن، اون وقت میفهمی چی میشه. خب همین فردا گیریم که ما رفتیم اینجا نگوشیهش کردیم. خب گفت بفهم بیرون. حالا اسمشو نگو. چی میگیم حالا اون وقت؟ چیزی نداریم بگیم، بگیم آقا ما شرایطمون اینه، یا آره یا نه، اگه نه ما میریم بیرون، اون هم میبینیم چی میشه. گفت بریم بیرون. گفت بریم بیرون. نمی که بهت میگم تو برو نگوشیه تو استادش کن، برو. آره دیگه نگوشیه فردا پم میرین نگوشیله. شما اومدین؟ بله شما خوبه؟ بله؟ بله پشتت چایی برده بیاد. ای آقای مدیر عامل اومدن؟ مدیر عامل چی کارم؟ یه چایی بیار. خب من برم چایی رو دم کنم، یه نیم ساعت دیگه حاضر میشه. حالا تا مدیر عامل بیاد خیلی طول میکشه. ببینی من فکر کنم به اندازه کافی به ما اون احترام رو نذاره. از امروز همه چی فرق میکنه. آقای جابری بیاد اون مطلبی رو که میخوام بهش بگیم بگیم، از امروز همه چی فرق میکنه. آره دیگه. سلام علیکم. سلام علیکم. آقا بفرمایید. آقا بفرمایید بشین دوباره. آقا بفرمایید. چای که نداشتی؟ فرق داره. نه فرق میکنه. آقای مدیر عامل بالاخره این قندون شما سلام علیکم آقای جابری. حال شما بشین شما. آقای جابری حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ قربان شما. خیلی ممنون. بله تشریف داره. بله گوشی یه لحظه من وصل کنم. کدومه این؟ الان میز تو وصل شد. نه؟ بردار. نه قرمزه رو بزن. قرمزه بزن. صحبت نکن. ببین وصل فقط. الو. 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 نه. سبز رو شما نزن. شما سبز رو ولش کن. اون نیست، اینه. اون نیست الان، اون خط. الو، اونه. الو سلام علیکم. آ گوشی، آها، آقا بیا اینجا صحبت کن. ولش کن، بذار اونو. الو، سلام پدر جان. 8 تن آهن بخریم. چشم، پولش شما میدی؟ آ چک میکشی؟ چشم، قربان شما. ما 8 تن آهن خریدیم. بله دستون درد نکنه. خیلی ممنون. آقا بفرما، آقا بفرما. آقا بفرما الان کدوم زنگ میزنه؟ اینه صبر کن. الو
الو سب نه سبز رو بزن شما. الو اونو ولش کن الان. دو رو بزن گوشی. الو اونه جابری تو بزن گوشی. الو بابا شما بیدیم جابر بابا سپس. سلام پدر جان، آهنا رو بفروشیم تونی چند؟ چکشو میفرستیم بالا. متشکر، خدا نگهدار. دست شما. آهنا رو فروختی، ما در این لحظه 20 میلیون سود کردیم. بحبه از این مدیر عامل، بحبه جونم. شما نمیخواد منو هیبت کنی؟ بله چشم بابا. آقای بیژن جابری؟ بله خدا من هستم. شما بازداشتید. بر کی؟ کجا میبری؟ الو داداش بیژن من خلافکاره، امکان نداره. نه معلومه که امکان نداره، شما به این چهره معصوم داداشی بیژن من نگاه بکنید، اینه یه بره میمونه آقا. اصلا امکان نداره کار خلاف انجام بده اردر. خیلی هم چهره معصوم نیست، حالا شما پیازداغشو زیاد نکنید. من شما مثل این که برادرتون رو خوب نشناختید. ایشون مدت هاست که تحت تعقیب ما و پلیس بین الملله، اما ایشون الان ایشونو دستگیر کرد. پلیس بین الملل؟ واسه چی؟ برای اینکه ایشون در 30 کشور جهان با اسمهای مختلف اعمال غیرقانونی انجام داده. داداش بیزن من؟ مگه میشه بیزن؟ نه خواهر من اصلا باور نکن که اینا همه دروغه، اینا همه بهتان میزنن. نه معلومه باور نمیکنیم داداشی بیژن. آقا ما برادر خودمون رو خیلی خوب میشناسیم. بله 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 من چی از اینا من شکایت وکیل خود من میفهمم که با اینا چی کار بکنم. وکیل معلومه خواهرات دیدی زبون در آوردی. بلند شو آقای محترم شما لطف کنید اولش بگید که جرم برادر من چه، بعد دستگیرش کنید بردارید ببریدش. جرم برادرتون بفرمایید ملاحظه کنید. این پرونده شه؟ بله لیست اتهاماتی که به برادرتون وارد شد. تو 6 تا زنگ گرفتی؟ نه من کاملا این رو تکذیب میکنم. بیتر 6 تا زنگ گرفتی؟ 6 تا؟ نه لا 6 تا که نه، 5 تا گرفتم. این دروغ گفته. 5 تا گرفتم ولی خب من منظور بدی نداشتم. منظور بدی نداشتم بیژن. اینجا نوشته که 6 تا زنگ گرفتی تو 6 کشور و به هیچ کدومشون هم قبلا نگفته که ازدواج کرده. خب نه از من نپرسیده بیدن. آه این گرفتم. خب این راست میگه دیگه. چی؟ وای با دختر پادشاه برونوی ازدواج کرده. داداشی بیژن شما چطوری این کارو کردی؟ نوشته خودش رو به جای شاهزاده زعیر جا زده. داداشی بیژن چاکس سیاه زدم شدم پادشاه برونوی. چی؟ استادیوم نیوکمپ فروخته. بله یکی رو دیگه چی؟ کاملا من تکذیب میکنم. من اونه که فروختم استادیوم روم بوده، نیوکمپ چیزا من اجاره دادم نفروختم که. تولید بیش از 500 نوع ویروس کامپیوتری، دزدی از شعب مختلف بانک‌های اروپا، فروش برج ایفل همزمان به 3 نفر، ارتکاب اعمال خلاف با اسامی جلی از قبیل جک قاتل، آسوالدو، لئوناردو دیکاپریو، آدولف هیتلر، بن لادن. همین کارا تو کردی نه؟ بعضی هاشو من کردم. دروغ سازی هم زیاد بیده. همش این حقیقت کنید. داداشی بیژن من باور نمی کنم. بیژن تو چطور دونستی؟ خب اگه اجازه بدید ما دیگه مرخص میشیم. ببخشید من نمیتونم که دستشویی برم یک لحظه. نه خیر نمیتونی. اون دفعه اجازه دادم بری، 3 سال دنبالت گشتم. وای نه من دیگه ببخشید من خیلی شما رو زحمت دادم. را بیافته بیژن را بیافته. چه زحمت؟ خیلی خوب حالا. خیلی خوب حالا. نه 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 اصلا برای من گریه نکنید خواهران من. من زود بر میگردم. من که برای میگردم رسیم؟ حداقل 40 سال دیگه. خب بالاخره بر میگردم. از جانب من از دادی جان خداحافظی بکنید. شما دوتا مواظب خواهرای من باشید. ببخشید این آقا بیژن اصلا چیکا بل چی داریم میبرینه؟ هیچ رای پیردوز دوتا جرم همچین چیز بوده. برای من پاپوش درست کردن. پاپوش درست کردن بر من.
قطعی که انجام نده قطعی که نکردم راست میگه اقدام که کردی؟ خونم خورد به پاش خورد به پاش؟ بله خورد به پاش اقدام به قطعی که بخورد با خیلی به حالی تو خیلی به حالی ولی هیچ شده کوی روش کرده خورد به پاش خطا رفت هم اگر نه قتل استادش کرده میگه خورد به پاش خیلی خفنی خوشم اومد خوشم اومد اقدام به قتل هم کردن؟ گفتم که اقدام به قتل کردن تازه میگه به پاش خورد بله بله اگه نمیخواست بکشتش بله قتل استادش کرده بابا ببین کوروش جان صدا در نیاد زیاد حرف بزنی منم اقدام به قتل میکنم تیرم هم خطا نمیره آره قربونش گفتم اگه قول بده که از این خطا نکنه میشه ببخشینش ایشون راست میگه من ببخشید من دیگه از این کارا تکرار نمیکنم خب نه خیر اصلا ممکن نیست سعید جان شما هم مثل دفعات گذشته هم دیالوگ نگو قربونه بله خب با اجازه دیگه ببخشید باشا تو دوش میشن اگه میتونی تو یه کاری بکن تو دوش میزنه نبرم میدونی من اصلا دوست ندارم در مسائل خانوادگی دخالت کنم چی گفتی؟ آخی بابا 6 تا زن گرفتی خیلی کار خوبی کردی تو هم اگه جرأتشو داری برو 6 تا زن بگیری میمیرم چی؟ نه نمیرم اصلا آمدن داده شدن من بردارو برکه ریخته این دو اینا رو نمیخوام ببینم کشتم نه کشتم ولی 5 تا زن گرفتم خوب کار کردم 7-8 تا زن دیگه هم تازه دارم که هیچ خبر ندارم شما هم خودتون مزخرف میدین دو تا شوهر مزخرفتر از خودتون هم گرفتید بریم آقا که دیگه ریخت اینا رو من نمیخوام ببینم بریم همینو میخواستی؟ بفرمایید پدرود پیزا نبرید داداش شما خوش آمدید خیلی خوش آمدید داداش میشم بفرمایید بهتر یه بازیگر کمتر شد شاید اینجوری نقش من بیشتر بشه ای خدا دیدی موشی من اصلا باورم نمیشه که داداشی بیژن ما این کارو کرده باشه نه ببینم آی منی واقعا مایه خجالته میدونی چیه ما اصلا همچین آدمی تو فامیل نداشتیم یعنی نه اینکه همچین نداشته باشیم ما زیاد نبودن کم بودن یه دو سه تا پسرم به یه 3-4-5 تا پسرم بود ما یه چند تا پسر دایی نه آره پسر دایی منی هوتنگ و یادته اون پسر دایی دماغ گنده بود یه بار رفت تخت جمشید و فروخ به یه توریسته آره یادته چقدر زبل بود نه چون که از عهده هر کسی که این کار بر نمیاد معنیت قیافه توریسته خیلی بامزه بود تصور کن وایساده بود عربده میزد میگفت تخت جمشید مال منه خودم خریدمه آره من همه میخندیدم به پسر دایی وای خیلی بامزه معنیت بله میگم حالا که بیزن رفته تکلیف منچول با چی میشه چی میشه تکلیف منچول با خب معنیت بعد از دادست بیژن سهام که از همه بیشتره سهام ما ما دوتا معنیت شوت میزنی ها خب ما دوتا میشیم رئیس دیگه ما میشیم رئیس ماشی چه رومانتی خیلی خب با اجازه از همگی من همین الان جلسه رو رسمی اعلام میکنم کدوم جلسه؟ جلسه هیئت مدیره وام شد این همه را من کشندی آوردی اینجا که جلسه هیئت مدیره تشکیل بدی جلسه هیئت مدیره مال تو اداره یا نه مال تو خونه دادی جون میدونی چی آخه این اورژانس بود این جلسه به خاطر اینکه با اجازه شما البته تکلیف منچول با روشن بشه مثلا میخوام تکلیف چی شو روشن کنیم یعنی تکلیف ریاستشو تکلیف ریاستش مگه مشخص نیست مشخصه دادی جان شما اون بارم که تکلیفشو مشخص کردید همه دیدیم که چجوری مشخص شد تازه این بیزن دستگلتونم که ساکتو دختر پری اولا که دفعه آخرت باشه که راجع به پسر دستگل من اینجوری صحبت میکنی او پسر نجیب بود رفیقای نابامشونه با اون روز انداختن خب دوبه منش همی که مگه من رئیس قبلی رو مشخص کردم چشتون کور خودتون رای دادین و خودتون هم انتخاب کردین ولی دادی جان ببخشید جسارته اون دفعه فرق میکرد چه فرقی میکرده؟ بام شد بگو چه فرقی میکرد
همه چیه جایی سخت که میرسه میگی بامشاد. من چی؟ خیلی ترسو هستی بامشاد. ببینم تو مگه توی اون منطول با سه نداری؟ از حق خودت دفاع کن. چرا؟ ولی وقتی 10 تا دونه سهم دارم دیگه بهتر حرف نزنم. اردن، تو نمیخوای چیزی بگی؟ من دیالوگامو کلا تو این سکانس حذف کردم. خیلی ترسو هستید، خیلی ترسو هستید. میدونید ددی داستان چه؟ داستان اینه که سهم من و منی توی هیئت مدیره از همه توی بیشتره. راست میگه ددی. ببین 150 تا من، 150 تا موجی که روی همیشه، 250 تا که از همه بالاتر. منی، بله. میشه تو حرف نزنی قربونه سکلت برم، میشه 300 تا. مطمئنی موجی؟ آره، و به این نتیجه میرسیم که من و منیت رئیسی. خب نشک تکلیف او 1800 سهم دیگه چی میشه؟ خب به ددی ام اونو که مال داداشی بیژن بود. بچه جان تو خیال کرده که من اون همه احمق هستم که 1,800,000 سهم بدم دست او پسر شارلاتان؟ معذرت میخوام، شما که الان فرمودین اون پسر نجیب بود. ساکت شو، به تو چه رفته کرده؟ مگه من تو مسائل خانوادگی تو دخالت میکنم که تو مسائل خانوادگی من دخالت میکنی؟ ددی ریلکس. ددی من یک پیشنهادی دارم. اصلا نظرتون چیه راجع به اینکه دوباره رأی بگیریم؟ رأی بر چی بگیریم؟ ما رأی بگیریم برای اینکه ما جزء عضو هیئت مدیره هستیم. لازم نکرده، سهم من از همه بیشتره. خود من تکلیفش رو روشن میکنم. ددی شما چه راهی؟ خودتون رو دگالوز نکنین. باشه، ولی یادتون باشه که تو مسائل اداری شما از پلیتیکای خانوادگی استفاده کردید. دفعه آخرتون باشه. دفعه آخر دادی قول میدیم. شما فکراتونو بکنید تا من برم خودکار کاغذ بیارم که چی رأی بگیریم. جمع کنی پرتتا. بی وفایی دل من سرم رفت. بسه، اصلا تقصیر منی که دارم برای که دلت باسه آهنگ قشنگی. آهنگ سوزناک میخونی دل من واسه چه؟ خب نمیخواد دوگه چی دیگه بخون؟ آقا جان من فقط همینه بلدم. خب نخون. آقا یه کاری میکنی، اصلا من همین ریتم آهنگ رو به یک سبک دیگه میکنم. ببین شاد. بی وفایی دل من نمیخوام بخونی. این چه زندگیه من دارم آخه؟ چطور؟ برای اینکه من به عروسی کردم مثلا با منیجه، اون وقت نصف عمرم و من باید با تو تو راه رو زندگی کنم. حالا مگه چیه؟ من چه بسن؟ میگم بامشاد، اگه راهمون ندادن خونه چی؟ نه بابا راهمون میدن. مگه اون دفعه یادت دفعه بابا عصبانی بودن خیلی. خب اون دفعه عصبانی بودن، عوضش دیگه زنامون رئیسمون نیستنده. آره میگم بامشا، خیلی بد بود اگه زنامون رئیسمون میشد. آره فکر کن مثلا مجده خانوم عیال من رئیس من میشد. نخند به عیال من، عیال خودتو مسخره کن. تو گفتی خنده داره. مهدم باش. تو بده کن. یکی به چطر زنگیم. ظرفیه؟ من بی‌ظرفیتم، تو بی‌ظرفیتی. اصلا میدونی چیه؟ من با تو هیچ تفاهمی ندارم در رفاقت. حالم از قیافتم برمی‌کنه، دیگه کاری با تو ندارم. بهتر. آتش فشان. بی‌وفایی. مرگ. دل من از قصد ارگون شده. برون بر بینیم بابا. میزه منه. جانم، میزه منو نکن، بیزم دهنه تا. چه خبرتونه مامی؟ داره گوشیم سرتون. داد بیداد کن. چه مربوطه؟ چایی تو بذار برو. میز رو تمیز کن به جایی. آره بابا گرد داری، بذار رئیس بیاد الان. اینا چایی. فلامینگو. تازه قندم بگی. شلوغ نکن اونا. برو ببینم. تربیت. سلام علی. سلام. باشی گمشه ببینم. اینجا جایی مسخره بازه نیست. این جور کارا اینجا جواب نمیده. اونایی که جواب میداد مال برنامه قبلی بوده. از امروز بنده تشریف آوردم بالا. رئیس اینجا خود بنده هستم. پایینم سپردم به معاونم.
ببخشید اصلا لازم نیست شما، ما اینجا خودمون به خوبی اینجا رو اداره میکنیم، شما باید زحمت میشه. بله شما بفرمایید منزل، استراحت بفرمایید. برم استراحت کنم؟ باید خدمتتون یک مسئله رو عرض بکنم که اولا بنده از 5 سالگی تا حالا بدون استراحت کار کردم، حتی روزای تعطیل و جمعه رو کار کردم. یکی از افتخارات من اینه که هیچ زمانی موقع تعطیل سال بنده کنار خانوادم نبیدم. خب که چی؟ فرمودید میخواین دو نکته رو یادآوری کنید. لازم نکرده که تو به بنده تذکر بدی یادآوری بکنی، خودم میفهم چند تا نکته رو بگم. بله. نکته دومش همینه که شما بگین چه غلطی کردین؟ بله؟ چی کار کردین شما؟ ما مقادیری آهن فروختیم. خب اینا که خود من این کار کردم. بله. شما چه غلطی کردی؟ بله. من اینجا در واقع یک سری امور رو بهینه سازی کردم از صبح. بله منم یه سری چالش ها رو نهادینه کردم. لازم نکرده که تو کاری بکنی. تو برو شکم تا کوچیکو. اصلا من از فردا بخشنامه صادر میکنم که صبح همه کارمندا ورزش کنن، با ورزش بیان بشینن پشت میز کارشون. پاشین بشینیم پشت میز کنفرانس، جلسه داری. خب ما از همجا میشنویم. بله بفرمایید. کرمچک. بله. کار پشت میز کار، جلسه پشت میز جلسه. بله. فهمیدی؟ بله. بله. منشی رو برداریم زود خبر کنیم بیاد صورت جلسه ها درست کنه بنویسه. منشی نداریم. منشی ما نداریم. منشی نداری؟ نه. نفس از شما دیروز تا حالا چجوری کار میکرده بدون منشی؟ بله منشی اصلا آقا بیژن منشی نخواستن، استخدام نکردن. بله. نفس کار تعطیل آقا. بله. کار تعطیل تا فردا میرید شما یک منشی تهیه میکنی و همیداری میاری. تعطیلیم کلن؟ تعطیله. بله بله. تا فردا. بله. باشه برو گمشه. بله. میگم که حالا این مال بالاست. میگم که این خانومامون اگه رئیس نمیشدن بهتر نبود؟ چرا بابا خیلی بهتر بود. حداقل میتونستیم نرمشون کنیم، مخشونو بزنیم. چیکار کنیم گرفتارش؟ حالا این مال اینه. یعنی تعطیلیم الان؟ آره دیگه نشدی. بی وفا. میگم اینم بد نیست، همه روز اولی تعطیله. از اینو بخونم اینجا مونده. دل من از گسیدا آغون شده. چی شد این مجون بابا؟ چی کار میکنی؟ به تو اصلا مربوط نیست. مربوط نیست. بیادب نشو دیگه. آقا من که کار و زندگی نداری، همش تو مغازه ما شما بلین. یعنی چی؟ یعنی ما جای تو رو تنگ کردیم؟ آره؟ بری سر کار زندگیتون. خب کار زندگی چی چی با تعطیله بابا؟ تعطیل شو؟ چرا؟ چرا؟ هیچ ما یادمون افتاد منشی نداریم، آقای جابری اومد به خاطر منشی شرکت تعطیل کرد. خب این حالا ولی دلیل نمیشه که همینجوری ول بگردین و بعد دنبال یه منشی به هر حال باشین دیگه. ها؟ دنبال یه منشی بگردین. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. شما خوبه؟ کوروش اینجا چه بوی میاد؟ بوی چیه این؟ من نمیدونم، از اینا بپرس. باز که شما دوتا اینجایین بابا، مگه شما کار زندگی ندارین؟ همش اینجایین شما که شرکتشون تعطیل شده، باز علاف شدن. چرا؟ مال همین عرض کردم خدمت کوروش جان، ما منشی شرکتمون نداشت، به خاطر این قضیه های جابری تعطیل کرد. بله بله بله. بابا اون دوستت بودش که با آژانس کاریابی داشت، آقای میرشکی. آره یه زنگ بهش بزن واسه اینا یه منشی پیدا کنید، یه علف نباشه همش هم اینجا دیگه. بابا جون گفتم بهت، ما مگه جای تو رو تنگ کردیم؟ یک مکلک میندازه. ولی با تو نداری مغازه بابات. آقا جان خیلی خوب بیا خوبی. اصلا نمیخواد زنگ بزنی. شما نمیخواد زنگ بزنی. ولش کن اینا، این چی میگه آقا؟ شما زنگ تو بزن قربونت برم، ازم گوش نده بابا. ببین اردا جان به یه شرط نبوده. ببین اردا جان به یه شرط، به شرطی که بامشاد از کوروش عذرخواهی کنه. آره. اصلا زنگ نزنیم. شما زنگ نزنیم. آقا من از طرف بامشاد از همه شما عذرخواهی میکنم. خوبه؟ شما زنگ بزن. حالا این شد یه چیز. بزن. اولا من باید برم شماره این آقای میرشکی رو پیدا کنم، اینجا ندارم. به این زنگ بزنم ببینم براتون چیکار میتونم بکنم. دست شما درم. آره قربونش. آره.
گفت اولا برم شماره آقای میرشکی رو پیدا، بعد دومن چی هم گفت دومن زنگ بزنم. گفت اولا شماره آقای میرشکی رو برم پیدا کنم بهش زنگ بزنم. بله دیگه هم اولا یعنی چی دومن تقسیم بندی میکنه بذارم چی. بله چیه بابا بگم چیه؟ احترام پدرتو نگه داشتم هیچی بهت نگفتم. آقا ول کن آقا جان، این معجون ما چی شد؟ ولش کن یه خورده باید صبر کنیم. ببینم شما با آقای جابری وارد نگوشیشن نشدین؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه وارد مذاکره بشین باش. آها چیزه ما نه بودو خواهی بگیتم مثلا نه 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 بده شما بده من به حرف بزنم عزیزم. ما فردا صبح اولین کاری که میخوام بکنیم همینه. اصلا این مرحله اول نیستش که، مرحله اول یه چیز دیگه بود بهتون گفتم، باید بازارگرمی بکنی. خودت گفتی بابا جون. یعنی چی بازارگرمی؟ بابا من گفتم ولی مرحله اولین کار بازارگرمیه. یعنی شما باید یه جوری مثلا وانمود کنی که تو مثلا کارتون استادین. خب این که اصلا چیزی نیست، یعنی واقعا ما تو کارمون استاد هستیم. جارو برقی رو شما خاموشش میکنی؟ با تو نیست بابا، با تو نیست. بذار حرف آقا شما حرف تو بزنه. شما یعنی باید یه جوری نشون بدین که خیلی خوب کارتون رو بلدین و اینکه مثلا هر جا برین مثلا پول زیادی بهتون میدن، حقوقتون بالاست اینا. بعد خود جابری باهاتون وارد مذاکره میشه. بله. میرین اون وقت نگوشییت استاده. بله بله استاده. یعنی دیگه تو مطمئنی این راه جواب میده؟ 100 درصد 100 درصد. نگوشیشر یادم رفت بسیار. بله بابا این چیه؟ آها این یک متریالی داره که چینی ها به اسباشون میدادن، این کمره ها و اینا رو توی دره و اینا جاهای سخت رو رد میکردن میرفتن اسبا. یعنی چی؟ یعنی تو غذای اسبا رو به ما میدی؟ خب این یکی از متریالش تازه، یه متریال داره که مال اسکیمو هاست. این چیه؟ اونا اسکیمو ها میخوردن یک هفته بدون وقفه کنار دریاچه های یخ ماهیگیری میکردن. آره؟ آره. ببخشید آقا این اساسی بی... خیلی معذرت میخوام، مزاحم شدم، اومدم یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. هیچ مطلبی نمیخواد عرض کنی، سریعتر بذار برو، ما دو فقره قصد داریم اینجا، باید سریعتر انجامش بدیم. ببخشید میخواستم بگم که اگه ممکنه اجازه بدید نقش منشی رو من بازی کنم. نقش منشی رو؟ بله. خیلی فکر خوبیه، من موافقم. خوبی آقای ساعد. نقش منشی تو بشی منشی؟ خنده نداره. من خیلی با این پیشنهادی که آقای نصف سیبیل داد برای اولین بار موافقم و فکر میکنم مشکلاتمون حل شد. بله با هم شاید پاشو بریم خونه شام بخوریم. البته منم موافقم، میخوره که ایشون نقشه منشی رو بازی کنه. با هم شاید؟ بله بله بله، اصلا ما خودمون این نقش برای ساید در نظر بگیریم. بله اصلا خودمون تو ذهنمون این بودیم. خب خیلی خب، میتونیم بریم خونه شام بخوریم. باشه ما بریم شام بخوریم. خیلی ممنون. واقعا آقای ساید خیلی خوشحال شدم که تشریف بردیم. شام که حتما هستیم اینجا. بله شما بله. من برم براتون شام آماده کنم. خیلی ممنون. تشکر. تو اگه فکر میکنی با این کارا میتونی نقشتو زیاد کنی کور خوندی ها. منشی شرکت بشیدم. بله یعنی نمیتونم؟ نه که نمیتونی. نمیتونم؟ نه خیلی منیشو خانم. خب بابا خیلی خوب، خیلی خوب، باشو بریم شام. برا هنه تو چی؟ اه؟ حال منشیمون چطوره؟ بله چه خبر؟ منم اگه جای شما بودم حسودیم میشد. بله چرا؟ چرا؟ واسه اینکه من دو برابر شما حقوق میگیرم. اینجوری نمیمونه منشی جان، ما تکلیفمون امروز روشن میکنیم. بله اصلا تو
میدونی نگلیویشن یعنی چی؟ چی؟ ببین امروز ما با تکلیفمون روشن میکنیم با جابری، اونم فقط با هنر نگلشینه چیه دیگه؟ حالا بر سلام علیکم. سلام. خوب هستی؟ سلام آقای جابری. سلام علیکم آقای مدیر عامل. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. روزتون بخیر. امیدوارم وجودتون از هر گزندی معصوم باشه قربان. حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ قربان شما. بهی میگن آبدارچی درست حسابی. قربان شما. پنجشنبه را که داشته باشی به هیچ وقت بدون چای نمیبینی. بله بله. بیا. گوگلی. به نظر من انسان سر هر کاری که باشه باید کارش درست انجام بده. این همیشه شعار منه. مثل اونه نباید باشی که احسن و بیا شکلات خوب جونه من نکنم بایستا تو من نسکافتون درست کنم قربونشون. تو چطوری های منشی؟ خیلی ممنون آقای جابری. ببخشید جناب جابری، ما یه عرضی داشتیم. عرض ازبازه باشه بذار من کارها رو انجام بدم. اجازه بدید من براتون شماره بگیرم. دست طبکش، من خودم دست ندارم. بله چورتک. ببخشید. الو نگاه کن، یک کشتی آلومینیوم میاد، بخرش. حالا وایسا، حالا بفروشش. خوبه، 150 میلیون سود کردیم. بس 150 میلیون تومان همین الان؟ 150 میلیون تومان؟ دیگه چی همینه دیگه. عرضه به خدمتی که... بذار من صحبت کنم. آقای جابری عزیز، ما متاسفانه نمیتونیم در این شرکت کار کنیم. بله؟ بله، مقدور نیست برامون. مقدور نیست؟ نه. خب باشه، اشکال نداره. پاشه بره گم شد. بله، یعنی نمیخواید که... دلیلشو بدونی؟ نه خیر. به من چه ربطی داره که در مسائل خصوصی شما دخالت کنم؟ بله بله. میخواییم که چیز کنیم؟ نه. اگه میخواییم بری گفت. میخواییش شیلنگ؟ نگو شیلنگ؟ الو. نگو شیله. نگاه کن. او چاه نفت من بود. درشو بذار یک 10 دقیقه. بعد زنگ میزنم دوباره. ما یعنی... خب پاشو بره دیگه. پاشو بره، منم زنگ میزنم حسابداری به تسویه حساب کنه بایتون. شمارش 524. حسابداره معلوم نیست کدو گور رفته. بچه خوب شد اومدیم به یه ترکیب جدید دفت. تو خودت الان بگو چه من چه بلایی سر. بابا چرا اینجوری میکنین؟ چرا؟ چرا؟ دیگه چرا؟ برای من نقشی کشتی. نقشه چی؟ آخه چی شده؟ سب کن آقا جان. آقای جابری ما رو از شرکت انداخت بیرون. من؟ میخنده. میخنده چرا آخه؟ چرا؟ چرا؟ آقا باید ببینم، من که قرار نبود بریم مذاکره کنیم. همین کارم کردیم. خب بعد چی شد؟ خب چی شد؟ چه مرگ و چی شد؟ خب ما رو انداخت بیرون. بله آقا جابری ما رو انداخت بیرون. باسا مگه تو نگفتی این راه جواب میده؟ چرا بزن جواب نداد. بچه الان که دارم فکر میکنم میبینم که این روش نگوشیت و مذاکره یه خورده قدیمی شده دیگه. اینو الان میگم. اینو الان میگم. بابا چه خبره؟ جواب کن ببینم چه خبره؟ بابا سلام علیکم. سلام علیکم. چیه؟ آقای کوروش. بابا اگه نمیده بود این پسرتو میکشت. به 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 چشمم روشن، چشمم روشن. تو مغازه من داری به پسر من؟ چی شده؟ اجازه بدید آقای پیردوس. این کوروش پسر شما سر ما داشت کلاه میذاشت. کلاه گذاشته. صبر کن، صبر کن آقای بامشاد، صبر کن. اومدین تو مغازه من به بچه من دارین تهمت میزنین. ببین من جفتتون الان از این مغازه میندازم بیرون. آقا اجازه بده، خیلی خوب صبر کن. خب صبر کن. آقا برو. چی آقا جان من صاحب کن، شما اول باید از این کوروش عذرخواهی کنی تا بعد من با شما صحبت کنم. چند بار اصلا بریم آقا جان. نه باید عذرخواهی کنین. نه بله؟ من فقط ازش عذرخواهی کنم. عذرخواهی میکنم. من چه اگه انتقامی از تو بگیرم.
حالتونم کج آقای جابری. شما لازم نکرده که اینجا چیز کنی. بله. حواست به کار خودت باید باشه. برو عوضی کارو چند تا نارنگی بیار که من وقتی که عصبانی میشم بپرچونم اینجا. چشم آقا چشم. من دارم میرم به یک کسی برجا سر بزنم. حواستون باشه به شرکت. حواست باشه. چشم خیالت راحت راحت باشه. چشم شما بفرمایید. شما بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. اینا اومدن چیکار آقا؟ چیا؟ مثلا ببخشید ما در اوج پشیمانی و ندامت برگشتیم که اگر شما اجازه بفرمایید در اینجا استخدام شیم زیر سایتون باشیم. ما رو ببخشید. کرمچک مگه خودت نمیخواستی که بری؟ ببخشید. این منو فروخت آقای جابری. همون اول به من یعنی وسوسه کرد منو و منو فروخت. نه من واقعیت دارم میگم. فروختنم دیگر رو. آمدای ما رو نگاه کن. آقای جابری، من خیلی متاسفم که شما دختراتونو به این دوتا ابله دادین. آخه اینا چی دارن؟ آقا جان، ما در شرایط فعلی شرایط استخدام نیروی جدید نداریم. بفرما. ببخشید، ما در هر شرایطی باشیم میپذیریم. واقعا فرقی نمیکنه. بله واقعا فرقی نمیکنه. جوری که شما بفرمایین ما همون کارو صلاح بدونیم. دستور در نکنه. آقا جان، ما سهام شرکتمون رفته بالا. اگر میخوای کار بکنی سهامتون از این بعد به 5% تقلیل مییابه. بله. حقوقتون هم ماهی 75,000 تومان. میخوای 75,000 تومان؟ بله. بله میخوایم. دستی شما درد نکنه. بله. بفرمایید آقا. بفرمایید. برو این مرگ میخندی؟ من به تو به تو یکی میدونم چیکار کنم. من تو رو گول زدم؟ من تو رو گول زدم. قشنگ پاک کن، قشنگ. ساید این میزو قشنگ پاک کن، قشنگ. بله، شنیدم. زود خوبه، خوبه، خوبه. خب، حالا این میزو باید ببریم اون طرف. اینو؟ بله، اینو ببرین اون طرف. ساید این میزو باید ببریم اون طرف فکر. بله. تکون بخور. خوبه، خیلی خوب. این کت شد، بده این ور. این خود میزو، نه اون شیشه رو. بده بازم. اردن. بعد اون مبل رو اینجوری برداریم. خب که زیرش رو جارو کنیم که تمیز بشه کاملا. بعد باید اون مبل رو برداریم، زیرش رو جارو کنیم، تمیز بشه کاملا. این مبل رو زود باش. هر چیز رو 7 بار باید بگی. ببخشید. آقای پشندی، ممکنه یه لحظه بلند شید این مبل رو درست کنید؟ لک داره، لک. آقای پشندی، ممکنه یه لحظه بلند شید این میز رو درست کنید؟ این مبل. خب پدر جان، یه دقیقه پاشو اون میز درست کن. خب همکاری کن یکم. خب من حال ندارم، نمیتونم باشم. بله؟ حال ندارم، نمیتونم باشم. حال نداری، نمیتونی پاشی؟ نه. پدر جون ببخشید، بعد میخوایم خونه تکونی کنیم، خونه تمیز بشه، قشنگ بشه. عید بالا بچه هاست، نه بالا گنده ها. پدر جان نمیخوای پاشی پا نشه دیگه، به عید چی کار داری؟ حال گیر نده. چیزه آقا جان، اون لیست خریدتو بده من تا برم خرید بکنم بیام. پدر جانم اینجا پاش شده. بیا اردن، من همه رو نوشتم. خب فقط 2 تا شامپو فرش بگید. بله. بعد استفید کننده هم که میگیری بزرگ باشه. ساید. بله. میپری سر کوچه اینا رو میخری. فقط 2 تا شامپو فرش بگی، سفید کننده هم که میگیری بزرگ باشه. بله. بگیر. چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ پولشو نمیدی قربون. برو پول نمیمیرم تا برگردی. پولشو میدم، بده من دست. برو. خسته شدم اردن. بله. خوبی پدر جان؟ نه خیر. خب چیه؟ چی شده؟ هیچی، حال ندارم. خب میگم چرا حال نداری؟ من دیپزل دارم. دیپزل داری؟ بله. متوجه نشدم. دیپزل دارم. آها. دیپرس. آها، یعنی دیپرسی. دیپرس. دیپزل داره. دیپرس. خب برای چی آخه؟ چه میدونم؟ خب چی شده؟
هیچی نکه اصولتی میبارتی؟ پدر جان ببینین الان که عید بیاد اصلا برای روحیه شما خوبه، بعد ما میریم مسافرت، خیلی دیگه برای روحیه بله. خوبه. بری خواهد تو، من نمیام. پدر جان چی من نمیام؟ بابا به منیجه و مجده با هم قرار گوشتن میخوایم بریم شیراز. برید، من همه که هستم توی خونه، شما بری شیراز. تنها میمونی پدر جان؟ آخه نه، قصه من نخورید خانوم، تکیب ببرید. پدر جان خب میخوام بریم سر. نمیام. خیلی خوب. ای ای خیلی خوب. منیجه آخه یه دقیقه بیا. بریم یه دقیقه بیا. میگم منیجه. بله. مثل اینکه راستی راستی حال بابام خوب نیست. بله اردل، میدونی یه جورای خیلی رمانتیک شده پدر. میگم اگه این حالش اینجوری باشه که ما عید نمیتونیم بریم سفر، یا نمیتونیم تنهاش بذاریم که. اردل من اصلا میگم که باشه، ما هم نمیریم. ما هم منم به مجده میگم که ما نریم، ما هم بمونیم پیش پدر. آره؟ بله. من پلاستیکی چهار تا هفت کیلو هم دنبه میگیرم این کبابا. بسی بنویسم. بی وفایی دل من از گوشه چیزم بگیرم، بعد بینتونم بگیرم، بینتون سعادت میگیرم. دل من از گستیده اگویون شده. توپ بالیوال، دوگ بام شاد خان. شما احیانا همچین میل ندارید یه جورایی نموره به من کمک کنید؟ ایار من الان ببینید اینجا دارم یه جورایی بهتون خیلی کمک میکنم. میتونم بپرسم چجوری؟ دارم لیست لوازمی که برای شما لازم داریم رو تهیه میکنم. بام شاد جان من نموره درست متوجه نشدم چی گفتی. کی قراره بره شما؟ ما دیگه. آهان ببین من با منیجینا قرار گذاشتم که عید بریم شیراز. نه بابا شیراز رو ولش کن، الان عید فقط شمال میچسبه. بری اونجا کنار ساحل اینجوری دراز بکشی، ماسه بازی کنی، بعد بغلت اینجوری باب شد. بذار بگیرم اخه، اینجا کبابار سیک میکنی، دنبه میخوری، بعد باقالیکاتو، گردو، اشبل، خیلی میچسبه. آیا خیلی میچسبه؟ زدیدم با بد لحنی با من صحبت میکنی. یادت باشه ببین بام شد، من با منزینا قرار گذاشتم که چی بریم شیراز. بابا ول کن شیراز، الان شمال با قلقاتو اشبل بخور. خیلی خوب شیراز. خب میگم که میتونیم یه کاری بکنیم، از جاده شمال بریم شیراز. ببین بام شد این حرفا رو بی خیال شو، نهار قرار گشتم بریم پیش منیزینا، قبل از اون پاشو شیشه ها رو تمیز کن، دلم میخواد برق بزنه اینطوری تو این تبلیغا نشون میدن دلینگ دلینگ میکنه اونطوری. خب یه کاری میکنی، تو شیشه ها رو تمیز کن، منم این لیست لوازمی که میخوایم بریم شیراز رو مینویسم. خب میخوای من شیشه ها رو تمیز کنم تو لیست لوازم رو بنویس؟ میخوای من هم لیست لوازم شیرازی بنویسم هم شیشه رو پاک کنم؟ ها؟ عالیه. چشم. آقا رفتیم شیراز، صبح میریم برای صبحونه کله پاچه میگیریم، آب مغز، وای، بعد پاچه و زبون و چشم. چشم بعدش عصر میریم سیراب شیردون قیچی برای اون میکنه خوشمزه و سرکه میکنیم. وای بعدی با هم شد چاق میشی. نه بابا یه مسافرات ایران نداره. بعد برای بعد از دارش هم دمه حافظی کبابی داره، کباب میزنه دنبه، همه جوری روغن به چکه. وای فالوده شیرازی با هم شد میریم هم اونجا. آره و وای فالوده شیرازی هم میریم اونجا حافظیه نگاه میکنیم، هم یک ابابی میزنیم. وای
چقدر رومانتیک. بچه‌های ما رو لطفاً خالی بکنیم بی زحمت. یعنی چی معنی؟ آخه میدونی چی متاسفانه یه که مشکلی پیش اومده که ما نمیتونیم بیایم. آخه سرای اردی خان. حالا دیگه. مشکلیه دیگه. آخه چه مشکلیه معنی؟ ما قرار گذاشتیم که. حالا دیگه. نه قرارمون نبود اینجا. چی؟ بام شد اون چه عده اصولیه داری خودت در میاری؟ این به من چشمک زد با این اینجوری کرد. ببین نگاه اینجوری دو بار سه بار این حرکت اهلی خان میگم بابام حالش خوب نیست دیپرس شده ما نمیتونیم تنهاش بذاریم اینو میگم فهمیدی؟ چرا نمیفهم؟ پاشو بر بیرون بیا بیرون بهت بگم نمیفهمه خب پاشو برای چی؟ چه ربطی داره؟ اصلا بحث شیراز یه بحث دیگه‌ست. خب یه پرستو چرا نمیفهمی؟ میگم حالش روحیش خوب نیست پدرم. چرا؟ خب من چه میدونم میگه حال مسافرت ندارم. راست میگی واقعا به خاطر بابات. دروغم چیه؟ کرک مرک نمیزنی نیا گلو. من دو ماه دارم انتظار میکشم با هم بریم مسافرت. مزخرف داری چی میگی؟ من که بابا داری میاد. پدر جان کجا میری؟ میرم خوشنه رو میخوام ماهی بگیرم. پدر جان ما برنامه سفرمون رو کنسل کردیم. به من چه کنسل کردی؟ میخوام بکن میخوام نکن. بله خیلی ممنون. واقعا مثل این که حالش بدیه. میگم که سلام آقای پشندی. سلام علیکم. احوال شما؟ خیلی ممنون. حال شما خوبه؟ اینجا چرا نشستید؟ هیچ که اصلا سر رفته باید. آخه میدونی چی آقای پشندی؟ آخر سال همه خسته میشن. یه مسافرت تو عید بری برگردی کلی سر حال میشه آقای پشندی. مسافرت نمیرم. چرا؟ مسافرت خیلی خوب آقای پشندی. ببین من تو عید میخوام برم شیراز. یه چند روز اونجا میمونم. وقتی برگردم کلی سر حال میشم آقای پشندی. بله. اگه بخوای با این پسر من بری اونم نمیره. یعنی اردل؟ آره اردل. نه من با اردل نمیرم. من اصلا نمیرسم اردل شیراز میخواد. من خودم میخوام برم با یکی برم. با کی؟ من میخوام با خالم برم چون بهش قول داده بودم میخوام برم باش برم شیراز. با کی؟ با خالم میخوام برم. چطور مگه آقای پشند؟ نه بس با کی میخوای بری؟ با خالم. با قربونت برو برم. بری منم میام. میگم اردل میدونی ما اولش که نرفتیم مسافرت من خیلی ناراحت شدم خب ولی بعدش دیدم که خب میدونی یه عالم از دوستان بودن دندوناشون خراب بود حیوانکی و بعد الان که وقت داری من بهشون وقت دادم خب بله منم با یه سری از دوستان قدیمیم قرار گذاشتم آخی تو این ایام عید با هم قرار گذاشتیم که سلام سلام فرزند عزیز پشو آماده چی میخوام بریم شیراز بله شیراز شیراز بله پدر جان شما که گفتین هیچ جا نمیان که آخه من غلط کردم اینجا نمیان میگه برای که بخواه برای سیر شیراز دیگه پدر جان من ما همه برنامه هامونو به خاطر شما کنسل کردیم بعد یه سری قرار مدار اینجا گذاشتیم برای ایام عید مجد بامشاد و مجده میرن شیراز ولی ما نمیریم خب بامشاد مجده کجا رفتن الان؟ الان رفتن خونشون دوتایی چجوری شد؟ میریم الان؟ بابا همه برنامه هم به هم چی میریم الان؟ آره دوستم این چش شد یه دفعه؟ بفرمایید سلام آقا پشنگی خوب هستی شما اتفاقی افتاده؟ نه بابا جو منم میخوام با شما بیام شیراز بابا بیاین شیراز آخه خیلی کار خوب میکنی ببینم معنی دینا نظرشون عوض شد من به اونا کار ندارم من ساعت میخوام بیام شیراز آهان شما با آقای نصف سیبیل با ما میای شیراز بله 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 خیلی کار خوبی میکنید بله. امر دیگه نه خواهش میکنم عرضی ندارم چی بود ایار بام شاد آقای پشندی بزرگ بود میگفتش که میخواد عید با ما بیاد شیراز یعنی چی؟ عادت که گفت باباش افسرده بیمار گوشه خونه افتاده کجا داری میاد؟ ببین بابام شد منم نمیدونم ولی فکر کنم منیت و اردی خان راضیش کردن که عید بیاد شیراز
شد. نه حالا حساب کن تو و من و مهندیز و عبدی خان و آقای پشندی میریم شیراز. خیلی خوب شد. وای تخت جمشید. سلام علیکم. سلام. بله بله. شما هم اومدنی شدی دیگه شیراز رو. کجا؟ شیراز دیگه. عزیزم من گفتم که ما نمیایم که. آره شما گفته بودی که چیز دیگه به خاطر کسالت بابات نمیخوای بیای شیراز مگه نه؟ آره دیگه. اینو گفتی دیگه. بله بله. پس این چیز بابات به عیال من چی گفته؟ گفته که منم میخوام باشون برم شیراز. خب دو حالت داره، یا بابام شوخی کرده یا انقدر افسردگی شدیده که داره هزیون میگه. اردل منو میبینی؟ بله. ختم روزگارم. فکر نکن بابا جون، بی خود نیست. حالا مردونه راستشو بگو. چرت و پرت. داستان چیه که ما رو میخوای بفرستی شیراز، بابا تو بفرستی شیراز، خود تنها اینجا بمونی؟ داستان چیه بابا؟ هیچی به جان تو، چرت و پرت برای چی میگی آخه؟ بابا ما رو سیاه نکن. ببینم حالا پاداش مالش چی میدن؟ حتما یخچال و خونه و نمیدونم این چیزا میخوام بدن. تنها میخوای اینجا بمونی؟ میگم نه به جون توه. آره جون من؟ جون تو مردونه؟ آره بی. من دروغ به تو میگم؟ باشه، فقط اگر احیانا خواستید چیز شیراز بیاد اه. یعنی بابتون رو به ما نسپارید، ما نمیتونیم مسئولیت رو قبول کنیم مگر اینکه خودتون بیاید شیراز. نه عزیزم، بابای من شوخی کرده، هیچ جا نمیاد. خلاصی اینجا در خدمت باشی. خدا پدر جان ما رو گرفتی؟ ما برنامه ریختیم بریم مسافرت، شما گفتیم من مسافرت نمیام. بعد برنامه رو به هم زدیم، برنامه ریزی کردیم که نریم، حالا گیر دادی که باشیم بریم مسافرت. اینقدر حرف نزن. ساعت جون من کجاست؟ ساعت جونت؟ بله ساعت جونت شبا تشریف برن تو اداره میخوابن. الان نظر هست؟ الان رو نمیدونم، ولی ساعت 11 شب میره اداره میخوابه. اگه کاری داری اون موقع باید بهش زنگ بزنی. چه زنگ بزنم؟ امشب میرم پروش میخوابم. اه؟ بله. آها. مگه شما قراره بیاد شیراز؟ بله. با کی؟ با شما و خاله جان. با من و خاله جان؟ بله. اجازه بدید. کیه؟ الو سلام خاله جان، منم ساید. ببخشید نصف شب مزاحمتون شدم، شرمنده. خاله جان یه اتفاقی پیش اومده، نمیتونیم فعلا بریم شیراز. دروغ میگی خاله جان. گوشی رو چرا میری شیراز؟ چرا میری شیراز؟ یه حرفو چی داری میزنی خاله جان؟ گوش نکنید شما. چرا گوش نکنید؟ گوشی رو بدید به من خاله جان. هیچی نشده. نه هیچی نشد، اجازه بدید، هیچ چیزی نشده. حالا من بعدم میگم، یه چیزی شده نمیتونیم بریم شیراز. ها من بعدم به شما زنگ میزنم، فعلا خداحافظ خاله جان. بله نون خودت پختی، یه کار نکنی که من تو رو بذارم اینجا. خاله جان رو بردارم عقدش کنم، ماه اصلا بریم تو اینجا بشینی بمیری. من اصلا با شما شیراز نمیخوام بیام. زور آقای پشندی. درک که نیومدی. بله من رو خالت بریم. بله بفرمایید برید. بله میرم. آ چی؟ یه بار چی کرده؟ چیزی نداریم بگیم. بگیم آقا ما شرطمون اینه، یا آره یا نه. اگه نه ما میریم بیرون. ما هم میبینیم چی میشه. گفت بریم بیرون. گفت بریم بیرون. نمی که بهت میگم تو برو نگوشیای تو استادش کن. برو. فردا پنبه نگوشیله. خوبن همه. سلام دارم.